موج موج مهاجر آفریقایی سعی می‌کنند خودشان را به اروپا برسانند. گارد ساحلی ایتالیا بیش از 600 نفرشان را نجات داده و به این بندر آورده. بینشان 144 نفر از بازماندگان قایقی که در آب‌های لیبی واژگون شده. خیلی ها بچه هستند. بعضی سالم و بعضی مریض احوال. بازماندگان میگویند احتمالاً حدود 400 نفر غرق شدند. هرچند فقط جنازه چند نفر پیدا شده. سازمان ملل میگوید با توجه به اندازه قایق احتمالاً تعداد قربانیان درست است. سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید در این سال میلادی یعنی کمتر از 5 ماه حداقل 500 مهاجر غیرقانونی کشته شدند. 10 برابر پارسال. تعداد مهاجران در همین چند روز به شدت بیشتر شده. به گفته گارد ساحلی از جمعه تا حالا بیشتر از 8000 مهاجر در دریای مدیترانه پیدا شدند. بر اساس برآوردها از 12 آوریل 14400 نفر وارد اروپا شدند که 1200 نفرشون خردسالند و همراه ندارند. اما تعداد در ایتالیا خیلی بیشتر از بقیه جاهاست. فقط امروز 2400 نفر وارد شدند. این ناخدای یکی از قایق هاست که بازداشت شده. اکثر مهاجران به خاطر جنگ در سوریه، بی‌ثباتی در لیبی و شمال آفریقا فرار می کنند. سازمان ملل گفته باید برای نجات جان مهاجران غیرقانونی بیشتر تلاش کرد. اتحادیه اروپا پارسال به امید اینکه مهاجران را منصرف کند، عملیات نجات در دریا را کم کرد. اما افزایش تعداد مهاجران با وجود چنین سیاستی نشان می‌دهد که احتمالاً این سیاست موفقیت‌آمیز نبوده. رعنا رحیم‌پور، BBC.